جلسه گذشته بچه‌ها راجع به چی صحبت کردیم؟ جایگشت و ترتیب صحبت کردیم، درسته؟ ترتیب رو گفتیم، جایگشت با تکرار رو بهتون گفتیم و این جلسه بریم سراغ ترکیب. بچه‌ها ترکیب یا انتخاب؟ ما جلسه گذشته گفتیم توی ترتیب که آقا وقتی دارید نماد ترتیب یه پیه و آر از ان هم هست، رابطش هم میشه n فاکتوریل به اختلافشون فاکتوریل، اینو بهش میگن ترتیب. زمانی که ترتیب برای ما مهم باشه از این رابطه استفاده میکنیم. مثلا کجا رو ترتیب برای اون مهمه؟ میگه با 3 تا 5 تا عدد متمایز 1, 2, 3, 4, و 5 چند عدد سه رقمی میتونی بسازی؟ آقا ترتیب مهمه؟ بله، عدد سه رقمی 1, 2, 3 با 2, 3, 1 متفاوت، عددها یکیه ولی ترتیبشون فرق میکنه. پس اینجا ما از چی استفاده میکنیم؟ از پی استفاده میکنیم. اما ترکیب یعنی چی؟ خب اینا چند فاکتوریل جایگشت دارن این ستایی که اینجا هست؟ من میتونم بسازم 1, 2, 3, 2, 3, 1 یا 1, 3, 2. نها کنید، خود این ستایی که انتخاب کردم به سه فاکتوریل جایگشت دارن. پس توی انتخاب یا ترکیب من این سه فاکتوریل رو از بین میبرم. چطوری؟ تقسیم میکنم حاصل رو به سه فاکتوریل. تعداد ترکیب های آرتایی از n شی متمایز به انتخاب های آرتایی از n شی گفته می شود که در آنها ترتیب اهمیت نداشته باشد و آنها را با نماد cn و r، crn یا r از n که مهمترینش اینه انتخاب می کنیم. اما وقتی ترتیب مهم نباشه من همین فرمول جایگشت رو دارم، ولی چون ترتیبش مهم نیست ضرب در یه آر فاکتوریل هم میکنم. انتخاب آر از ان میشه ان فاکتوریل صورت، اختلافشون فاکتوریل تو مخرج، ضرب در آر فاکتوریل تو مخرج، این میشه انتخاب آر از ان. اینجا ترتیب برای ما مهم نیست. آقا میخوای فرمول رو تو ذهنت بشینه، یه بار دیگه میگم آر از ان رابطه رو اینجوری بنویس. دلیلشو که گفتم، میره تو صورت ان فاکتوریل، آره میاد تو مخرج آر فاکتوریل، یه اختلافم تو مخرج داریم، پس بالاییه میره صورت، پایینیه میاد مخرج، اختلافشون هم فاکتوریل وار میره تو مخرج. خب بریم سراغ حل کردن مثال. کسی سوالی نداره تا اینجا؟ صدا بده، هی قطع میشه. یه بار دیگه من ریفرش میکنم بچه، ممکنه از آقا ابوالفضل صدا مشکل داره مثل این که. بکنم نتمون. بچه الان خوبه صدا؟ شایان صدا خوبه؟ بچه صدا رو دارید؟ یه بله، مثبت، منفی، چیزی بذارید. فعلا خوبه؟ خب تا کجاشو متوجه شدید؟ از کجا بگم مطلبو؟ سوال دارید از مطالب قبلی؟ خب اگه یه نفر مشکل داره که هیچی. الان هم صدا داره قطع و وصل میشه؟ چند نفر آخر؟ خب الان آقای هلالی مطلق خوبه، شیرودی خوبه. خب اونایی که الان مشکل دارن احتمالاً از شماست دیگه، اما نیست، ما یه ذره مشکل اینترنتی داشتیم که برطرف کردیمش. الان ترکیب رو از کجا بگم از اول یا نه؟ متوجه شدی ترکیب چیه؟ بریم سراغ مثالا. از اول بگم، از اول بریم سراغ از اولش. آقا از اول بیاد.
چی؟ نه خوب شد، خوب شد، خطش نکن، خوب شد، خطش نکن. خب، خوب. یه بار دیگه از اول بچه دقت کنید. سفر رو میتونی کلن پاکش کنی؟ از اول میگم الان بهتون، یه چند لحظه تحمل کنید. ترکیبی آره. بچه یه لحظه تحمل کنید، یه بار دیگه سیستم بازش بکنم فایلو. برو صفحه های پایین تر. اینجا خب جلسه گذشته راجع به ترتیب صحبت کردیم و گفتیم از رابطه ترتیب زمانی استفاده می کنیم که ترتیب برامون مهم باشه. انتخابی که ترتیب مهم باشه رو بهش میگن ترتیب. اما انتخابی که اما انتخابی که ترتیب براش مهم نباشه رو بهش میگیم ترکیب. ترکیب یا به طور کلی بهش انتخاب هم میگن. مرسی. یا به طور کلی انتخابم اشکال نداره، اشکال نداره، سیف کرده بود. شما با اون میتونی راحت پاک کنی، پاک کن. خب بچه رابطه ترکیب این رابطه ایه که اینجا براتون گذاشتم. R از N میشه N فاکتوریل، N منهای R به R فاکتوریل. اما این از کجا میاد؟ دقیقا از رابطه ترتیب میاد. مرسی. دقیق شیره. خب بچه الان همه چی اوکیه دیگه؟ الان همه چی اوکیه؟ این مطلب شایان جان، این مطلب برای ترکیبه. ترتیب رو دیروز گفتم. اون اسما چهرازی و نوشتی سرخوش رو اضافه کن بی زحمت. با دیگه کی جدید اومده من حضور غیابش انجام بدم؟ اونو که رزوانی، علی رزارم که نوشتم، رزوانی هم که وارد کردم. اگه کس دیگه ای اومد به من اطلاع بدید. خب بریم سراغ ترکیب. بچه هم رابطه ترتیب به این شکل بود که آقا با پی نشون میدادیم ترتیب و میگفتیم آر از ان، جایگشت های آرتایی از ان شی متمایز، ان فاکتوریل میرفت صورت، اختلافشون میومد مخرج. این زمانیه که ترتیب برامون مهم باشه و تعدادش بیشتر از زمانیه که ترتیب برامون مهم نیست. مثال میزنم، مثلا به ما میگن با اعداد 1, 2, 3, و 4 چند عدد دو رقمی ساده شو بهتون، یا سه رقمی، چند عدد سه رقمی میتونیم بنویسیم. وقتی میگه عدد سه رقمی، ترتیب برامون مهمه. 1, 2, 3 با 1, 3, 2 با 2, 3, 1 با 2, 1, 3 و با 3, 1, 2, 3, 2, 1، همه اینا یه عدد متفاوت رو به ما نشون میدن، ولی ارقامی که داریم یکیه، ارقامش با هم متفاوت نیست. خب این سه تا شیی که ما داریم به چند فاکتوریل جایگشت دارن؟ سه فاکتوریل. خب حالا اگه برای ما ترتیب مهم نبود، مثلا به ما میگفت که با 1, 2, 3, 4 چند تا مجموعه سه عضوی میتونیم، چند تا زیر مجموعه سه عضوی میتونیم ازش انتخاب بکنیم، تنها چیزی که با 1, 2, 3 میتونستم انتخاب بکنم
خود عدد 1 2 3 بود. پس با اگه ترتیب برامون مهم نباشه توی حالت سه تا، من یه دونه میتونم انتخاب کنم، اگه مهم باشه 6 تا میتونم انتخاب بکنم. پس ترکیب ما اگه عددمون که داریم جایگش دار انتخاب میکنیم سه تایی باشه، باید تقسیم به 3 فاکتوریل هم بشه. اینجا تقسیم به چی میشه؟ R فاکتوریل. R فاکتوریلی که اینجا می‌نویسم به خاطر ترتیبیه که اینا دارن. پس ترکیب R تایی از N شی متمایز رو با R از N نمایش میدم، بهش انتخاب هم گفته میشه. فرمولش اینه، این میره صورت، یه دونه میاد R فاکتوریل مخرج، اختلافشون هم تو مخرج هست، به این میگن انتخاب. پس انتخاب یا ترکیب همون ترتیبیه، جایگشتایی رو ما محاسبه میکنیم که ترتیب براش مهم نیست. ترتیب مهم نیست. بچه سوال داره کسی؟ بازم صدا مشکل داره؟ بچه ها بجز آقای شیرودی کسی صدا رو مشکل صدا داره؟ شما هم مشکل دارید؟ آقا مشکل صدا داریم، اینترنت ضعیفه. خب بچه ها من یه بار دیگه ران میکنم برنامه رو، ولی دیگه اگه مشکل داشته باشید دیگه همینو ادامه میدم، دیگه متوقفش نمیکنم، بعدم به صورت آفلاین براتون میفرست. پس بریم سراغ این. آقا من در مورد انتخاب صحبت کردم و گفتم جایی که شما ترتیب لازم نباشه از انتخاب استفاده میکنیم. میخواهیم از بین 7 دانش آموز 3 نفر رو برای مسابقات ریاضی انتخاب کنیم. آقا ترتیب مهمه یا نه؟ 3 نفر میخواهیم انتخاب کنیم، هیچ ترتیبی نداره، میشه 3 از 7. فرمولش چطوری حساب میشه؟ گفتم 7 فاکتوریل میره صورت، 3 فاکتوریل میاد مخرج، اختلافشون هم میره مخرج. 7 منهای 3 فاکتوریل، پس میشه 7 فاکتوریل 3 فاکتوریل 4 فاکتوریل. چطوری حساب میشه؟ 7 رو باز میکنم، 7 صورت رو تا کجا؟ تا عدد بزرگی مخرج بازش میکنم. 6 5 در 4 فاکتوریل، دقت کنید، تا عدد بزرگی. تو مخرجم کوچیکه رو بازش میکنم. عدد بزرگی که تو مخرج اینجاست با هم ساده میشن، 3 دو تا 6 تا با این 6 میره، میشه 35. به 35 حالت میتونیم این 3 نفر رو چکار کنیم؟ انتخاب کنیم. صدا اوضاعش بهتره یا نه؟ دیگه بچه من چاره ای ندارم، یه چند دقیقه همینجوری میگم میرم جلوتر، بعد دوباره شاید وضعیت اینترنتی ما خرابه، دوباره یه بار دیگه ریلودش میکنم. شما فعلا فقط گوش کنید و از رو تصویر پیش بیایید. آقا بعدی، یک مجموعه 7 عضوی چند زیر مجموعه 3 عضوی داره؟ تو زیر مجموعه بودن ترتیب مهمه یا نه؟ ترتیب اهمیتی نداره. پس دوباره میشه 3 از 7، حاصلش میشه چند؟ دوباره 35 بالا محاسبه کردم. مثال بعدی، مثال بعدی گفته تساوی های زیر رو ثابت کنید. اینا خیلی مهمه بچه ها، دقت کنید، فوق العاده مهمه. انتخاب 0 از n، ما اگه بخوایم از n تا چیز هیچی انتخاب نکنیم به چند حالت امکان پذیره؟ به یه حالت. چطور؟ یعنی هیچی انتخاب نمی کنیم. چطوری میتونم این انتخاب نکنم؟ خب اینو محاسبه کنم، می نویسم 0 از n میشه n فاکتوریل صورت، 0 فاکتوریل مخرج، اختلافشون هم مخرج، اختلاف n منهای 0 میشه n فاکتوریل. بچه 0 فاکتوریل میشه 1، این با این میره، حاصلش میشه 1. پس اولی اثبات شد. 1 از n رو محاسبه میکنم، صورت میشه n فاکتوریل، مخرج میشه 1 فاکتوریل، اختلافشون فاکتوریل. من اگه بخوام از n تا چیز یه دونه فقط انتخاب بکنم، به n حالت این کار امکان پذیره. چطوری سادش میکنم؟ 1 فاکتوریل که میشه 1، صورت رو که بزرگتره کم میکنم تا برسم به مخرجی که کوچیکتره. ساده میشه؟ جواب نهایی n. مثال بعدی، n از n میشه 1.
بچه n از n چطوری محاسبه میکنم؟ صورت n فاکتوریل، مخرج n فاکتوریل، یکی صورت میره یکی مخرج، اختلافشون صفر فاکتوریل، دوباره میشه یک. اگه بخوام از 10 تا چیز 10 تا انتخاب کنم، فقط به یه حالت میتونم اون 10 تا رو انتخاب کنم که هر 10 تا رو برداشته باشم. فرمول بسیار مهم و کاربردی دو از n. بچه دو از n همیشه میشه n در یه دونه کمترش تقسیم به 2. ثابت میکنم اینو براتون. دو از n میشه n فاکتوریل به روی 2 فاکتوریل به روی اختلافشون فاکتوریل. این فاکتوریله به روی اختلافشون فاکتوریل. چطوری ساده میکنم؟ 2 1 که میشه 2 تا تو مخرج میمونه. اینو انقدی کمش میکنم ازش که به ان منهای 2 فاکتوریل برسم. ساده میشه، حاصلش میشه ان در ان منهای 1/2. بچه 2 از ان میشه ان در ان منهای 1، چون 2 تاست، یه دونه کمترش تقسیم به 2. خیلی فرمول مهمیه. همین کارو برای 3 از n انجام بدم میشه n تو یه دونه کمترش، تو 2 تا کمترش به روی 6. مثالشو دقت کنید. من مثالشو بچا اینجا می‌نویسم. حالا مثلا سواله رو حل نمی‌کنم، مثالشو اینجا می‌نویسم. ببینید 2 از 5 میشه چند؟ 2 از 5 رو با این فرموله میدم، 5 در یه دونه کمترش 4 تقسیم به 2 میشه 10. درست شد؟ 3 از 5 میشه چی؟ 5 از این فرموله میدم، در یه دونه کمترش 4 در یه دونه کمترش 3 به روی 6، مخرج 6. 6 از کجا میاد؟ 6 همین 3 فاکتوریلیه که تو مخرج ها، دقت کنید. این 6 ساده میشه با این میشه 2، ساده میشه با این میشه 2. 2 5 تا 10 تا. دوباره جواب اینم میشه چند؟ 10. بچه اوضاع صدا تصویر چطوره؟ اوضاع صدا تصویر چطوره؟ بهتره؟ خیلی خوب، حالا ادامه بدیم. اینا رو متوجه شدید؟ کسی سوالی نداره؟ کسی سوالی از این قسمت ها نداره؟ سوال دارید بپرسید. با یعنی تون صدام پایین تر باشه. باش بچه ها، مثال بعدی. یک مربی فوتبال 15 بازیکن در اختیار داره. او به چند طریق میتونه 11 بازیکن برای ترکیب، من فکر کنم یکی از اینا رو اثبات نکردیم، نه یه اثباتش موند. یه اثبات خیلی مهم اینجا موند بچه ها. این اثبات رو دقت کنید. K از N با N منهای K از N برابره. خیلی مهمه این. مثال میزنم، مثلا همینجا مثالی که زدم، 2 از 5 با 3 از 5 مساویه. چرا اینا مساویه؟ چون 3 با 2 جمعشون میشه 5. درست شد؟ 3 با 2 جمعشون میشه 5. مثال، مثلا 2 از 7 با چی مساویه؟ از 7 با چه عددی از 7 مساویه؟ چیزی که جمعش با این 2 بشه، با 5 از 7 مساویه. 2 از 7 با 5 از 7 مساویه. چرا؟ چون 2 با 5 میشه 7. بریم بعدی، مثال بعدی. یک مربی فوتبال 15 بازیکن در اختیار داره. او به چند طریق میتواند 11 بازیکن رو برای ترکیب اصلی انتخاب بکنه. آقا مهم ترتیب و اینا، ترتیب اهمیتی نداره. میخواد 11 تا رو از 15 تا انتخاب بکنه. حاصلش میشه چند؟ یه بار دیگه برای محاسباتش دقت کنید. 15 فاکتوریل میره صورت، 11 فاکتوریل میاد مخرج، ضرب در اختلاف 15 و 11 میشه 4 فاکتوریل. اما اینو چطوری سادهش میکنم؟ آقا 15 فاکتوریل رو بازش میکنم، 15 ضرب در 14 ضرب در 13 ضرب در 12 ضرب در 11 فاکتوریل.
به روی یه یاد چرا تا 11 فاکتوریل گفتیم تا این عدد بزرگه بازش میکنیم. به روی 4 فاکتوریل، 4 فاکتوریل هم چیه؟ 4 3 2 1. آقا این با این میره، 3 4 تا میشه 12 تا با این میره، یه دو هم با این ساده میشه، میشه 7. حاصلش میشه 15 ضرب دره 7 ضرب دره 13. به این حالت میتونه اون 11 نفر رو انتخاب بکنه. البته ما مشخص نکردیم دروازه‌بان و دفاع اینا رو مشخصه، فقط میخوایم 11 تا رو انتخاب کنم، مثلا هر همه‌شون میتونن تو دروازه هم وایسن. دقت کنید شرط نذاشتیم برات. اما اگه بخواد 4 نفر رو برای تیم ذخیره انتخاب کنه چه اتفاقی میفته؟ یعنی انتخاب 4 از 15 برای ذخیره هم ترتیب مهم نیست، میشه 15 فاکتوریل صورت، 4 فاکتوریل مخرج. اختلافشون که 11 فاکتوریل هستن میره تو مخرج. دوباره همین شد بچه ها، نها کنید چرا جواب جفتشون یکی میشه؟ به خاطر اینکه این 4 با 11 میشه 15. هر وقت 4 و 11 بشه 15 با عدد n رو بسازه جوابا یکیه، پس این هم میشه 15 ضرب داره 7 ضرب داره 13. کسی سوال داره تا اینجا بپرسه؟ سوال کسی داره؟ بچه سوال دارید بپرسید. هستید؟ آسونه؟ خب خدا عالیه، بریم بعدی. محاسباتش هم باید براتون آسون باشه دیگه، محاسباتش هم دقت کنید. خب مثال بعدی، مجموعه 1 2 3 4 5 6 7 چند زیر مجموعه 4 عضوی داره که شامل 3. وقتی بچه ها میگه مجموعه، وقتی میگه مجموعه پس شامل 3 باید باشه، 3 رو توش مینویسم، 1 2 3 تا عضو دیگه هم باید انتخاب بکنم. تو مجموعه ترتیب مهم نیست، این 3 که 3 سر جاشه. پس من میخوام از چند تا 3 رو گذاشتم کنار، از 6 تا 3 تا انتخاب کنم، 3 از 6 برای جای خالی بعدی. جوابش میشه چی؟ یادتون از انتخاب 3 از 6 چطوری بود؟ 6 رو مینویسم، یه دونه کمترش 5، یه دونه کمترش 4، تقسیم به 6، این با این میره میشه 20 حالت. 20 حالت برای انتخابش داریم. مجموعه چند زیر مجموعه 4 عضوی داره که 2 و 7 رو داشته باشه 6 رو نداشته باشه؟ 4 عضوی که 2 و 7 توشون باشه یعنی دو تا جای خالی دیگه نیاز داریم، 2 و 7 پرش کردن، 6 هم نداشته باشه، از مجموعه اصلیمون چیا رو خط میزنیم؟ 2 7 رو خط میزنیم چون این تو هستن، 6 هم که قرار نباشه این تو نیستن. برای دو تا جای خالی که ترتیبم براش مهم نیست میخوام چند تا، از چند تا انتخاب کنم؟ از 4 تا. پس حالتمون میشه 2 از 4. 2 از 4 رابطش چی بود؟ 4 تو یکی کمترش تقسیم به 2. حفظ کنید اینا رو بچه‌ها، میشه 6. میشه 6. اگه اسکرین میخواید بگیرید بگیرید. کسی سوالی نداره؟ سوال نداری بریم بعدی. سرخوش هستی هنوز یا رفتی؟ بقیه سوال مشکل ایراد. تا یه هفته دیگه فیلمو میذاریم توی آپارات، یه هفته طول میکشه. سوال مهمه دیگه، سوال بسیار مهمه دیگه. صدا رو ندارید مگه بچه‌ها؟ صدا رو ندارید مگه؟ چرا ایشکی؟ چرا چهرازی حرف زده؟ چی؟ بچه‌ها مثل اینکه صدا رو ندارن یه ذره. خب سرخوشم هست، سرخوشم اومد. بچه سوالی نداره کسی؟ میشنوید صدا رو؟ صدا رو میشنوید دارید؟ میگه صدا قطع و وصل میشه. چند نفر صدا و تصویر رو کامل دارن؟ یه مثبت بذارید اگه تشریف دارید.
چهرازی کامل داره، پس مشکل از ما نیست. ایران رو هم داره، پس مشکل از ما نیست. بچه ها اونایی که صداشون داره قطع و وصل میشه، یه بار دیگه ریلود بکنید کلن همه این چیزایی که انجام دادی رو. وقتی دو نفر دارن یا چند نفر دارن بقیه ندارن، یعنی بقیه مشکل اینترنت دارن. درست شد؟ پس اشکال از ما نیست. رضوانی هم داره. سوال کسی نداره؟ چهرازی سوالی نداری؟ بریم بعدی. آره خیلی گل گفتی. آره بحث حاشیه‌ای نکن. آره خب بریم بعدی چهرازی. آقا سوال بسیار بسیار مهم. در یک دوره مسابقه کشتی از بین 4 داور ایرانی، 3 داور آمریکایی، 2 داور روسی، این سوال رو متوجه شید دیگه چیزی ازتون نمیخوایم، نهایتشه دیگه براتون. قرار کمیته‌ای از داوران تشکیل بشه. به چند روش میتوان این کار رو انجام داد؟ به چند روش میتونیم کمیته رو تشکیل بدیم؟ کمیته 4 نفره باشه، مهم نیست کی بر کیه، فقط 4 نفره باشه. چند تا داور داریم؟ 4، 7، 9 تا داور داریم. پس انتخاب میشه 4 از 9. آیا ترتیب تو داورا مهمه؟ نه، نفر اول با نفر دوم هیچ تفاوتی نداره. کمیته 3 نفره باشه، از هر کشور 1 نفر. بچه وقتی میگه کمیته 3 نفره باشه، یعنی یکی ایرانی باشه و آمریکایی باشه و روسی باشه. قبول دارید اینو؟ ایرانی و آمریکایی و روسی، چون قرار از هر کشور یه دونه انتخاب بشه. نگفته که ایرانی یا آمریکایی، نه، و باید باشه بینشون. و را درکش میکنید؟ خب حالا یه دونه از هر کشور قراره یه دونه باشه، پس یه دونه از ایرانیا، 4 نفر. و مفهومش چیه؟ ضرب تو ترکیبیات. یه دونه آمریکایی ها 3 نفرن، یه دونه روسی 2 نفره. بچه ها یک از هر چیزی رو مشخص کردیم، یک از n با n برابر بود، پس میشه 4. یک از 3 3، یک از 2 2، میشه 12 24 عدد. حله؟ بریم سراغ بعدی. کمیته 2 نفره و هر دو هموطن باشن. کمیته 2 نفره باشه، هر دوتاش هم هموطن باشن. پس اینجا میتونه ایرانی باشه یا آمریکایی باشن دوتاشون یا روسی باشن دوتاشون. بچه ها این یاها رو متوجه هستید چی میگه دیگه؟ یاهایی که داریم چیه؟ یا توی ریاضیات و ترکیبیات یعنی جمع. آقا دوتاشون ایرانی باشن، 2 از چند؟ 2 از 4. دوتاشون آمریکایی باشن، 2 از 3. بقیهش میشه 0 از، اگه بخوام بقیه انتخاب بکنم میشه 0 از 3 آمریکایی ها و 0 از 2 روسیا، که اینا جوابشون 1ه. به همین خاطره که من نمی نویسم. دقت کنید، 2 یا 2 از 3 تموم شد، دیگه چیز دیگه ای نداریم، یا 2 از 2. بچه 2 از 4 چند میشه؟ اینجا حساب میکنم، 2 از 4 فرمول داشت، 4 توی یه دونه کمترش دوم، میشه 6. 2 از 3 فرمول داشت، میشد n 3 توی یه دونه کمترش تقسیم به 2، میشه 3. 2 از 2 n از n هم که میشه 1، جمعشون میشه 10. حالت میتونیم اینا رو چکار کنیم؟ انتخاب کنیم. بعدیش گفته کمیته 5 نفره باشه، دقیقاً 2 تا داور ایرانی داشته باشه. 5 نفره باشه، دقیقاً 2 تا داور ایرانی داشته باشه. پنج نفره، 2 تا ایرانی. بچه ایرانیمون 2 تا باشه، کلن هم 5 نفره باشه. خب 2 تا ایرانی باشه،
انتخاب من دو تا ایرانی باشه، البته اینه که میخوام بنویسم دو تا ایرانی و چی؟ پنج نفره قرار داره قراره باشه و سه تا غیر ایرانی. قبول دارید اینو؟ دو تا ایرانی و سه تا غیر ایرانی. دو تا ایرانی و سه تا غیر ایرانی. آقا دو تا ایرانی میشه دو از چهار و میشه ضرب دره. سه تا غیر ایرانی، چند تا غیر ایرانی داور داشتیم؟ سه تا آمریکایی داشتیم، دو تا روسی، پنج تا. سه تا هم از پنج تا انتخاب میکنم. درست شد؟ سه تا هم از پنج تا انتخاب میکنم. بچه دو از چهار رو اینجا محاسبه کردم بالا، دو از چهار شد شیش. سه از پنج هم حساب میکنم، سه از پنج میشه پنج فاکتوریل به روی سه فاکتوریل به روی دو فاکتوریل میشه پنج ضرب در چهار ضرب در سه فاکتوریل به روی سه فاکتوریل. اینم دو فاکتوریل هم که میشه دو، این با این میره میشه ده. شصت حالت. و اما سال آخر، سال آخرمون چی گفته؟ کمیته چهار نفره باشه، حداقل دارای دو داور ایرانی باشه. حداقل دارای دو داور ایرانی و چهار نفره باشه، حداقل دو تا داور ایرانی یعنی چی؟ یعنی دو تا ایرانی داشته باشه. یعنی دو تا ایرانی باشه یا سه تا ایرانی باشه یا چهار تا ایرانی باشه، چون چهار تا ایرانی کلن داشتیم. حداقل دو یعنی این. حالا محاسبه میکنم، دو تا ایرانی یعنی دو از چهار. خب بچه ها قرار کمیتمون چهار نفره باشه، دو تا ایرانی باشه، پس باید دو تا هم غیر ایرانی باشه، دو از پنج به اضافه سه تا ایرانی سه از چهار. یه دونه باقی مانده باید از پنج باشه. چرا پنج؟ چون آمریکایی‌ها و روسیه پنج نفرن. و در نهایت چهار تا از چهار. بچه ها چهار از چهار انتخاب کنیم دیگه کسی نمیمونه که از آمریکایی‌ها و روسیه انتخاب کنیم، پس دیگه نمی نویسم. همه اینا رو قبلا بالاتر محاسبه کردم، الان فقط عدداشو جایگذاری میکنم. دو از چهار شد شیش، دو از پنج شد ده، سه از چهار میشه چهار، یک از پنج میشه پنج و چهار از چهار هم که میشه یک، پس میشه شصت و بیست و یک، هشتاد و یک حالت میتونم اینا رو انتخاب بکنم. سوال کسی داره بپرسه؟ من الان جوابش هم میذارم اینجا که اسکرین از جوابش بگیرید. اگرم مطلبی رو متوجه نشدید تو واتساپ بپرسید. یه اسکرین بگیرید بریم بعدی. کسی سوال داره از این قسمت؟ بچه سوالی نیست. عالیه، شما بی نظیرید. بریم بعدی. یه سوال جالب دیگه بچه، به اون یا و وی که گفتم خوب دقت کنید. کی یا استفاده میکنیم، کی و. مطلب رو به زبان خودتون با و و یا بنویسید، بعد ببینید جا به جا داره یا نداره، تأثیر نداره روش، بعد بنویسید. مثلا از بین سه مهندس چهار دکتر به چند روش میتوان یک گروه سه نفری تشکیل داد به طوری که هم شامل دکتر باشه هم شامل مهندس باشه. بچه خب گروهمون سه نفریه، سه نفری یا یه دونه دکتره، پس یک دکتر و دو مهندسه که سه نفر بشن، یا یک مهندس و دو دکتره.
آقا غیر این شما میتونی حالت دیگه ای برای سه تا پیدا کنی؟ نمیتونه سه تا مهندس باشه، گفته همینا داشته باشه همینا. حالا نگاه کنید ببینید چیکار میکنم براش، چطوری محاسبه میکنم. وی که اینجا هست یعنی ضرب، یایی که اینجاست یعنی جمع، وی که اینجاست یعنی ضرب، طبق اصل ضرب. اما حالتاش چند تا میشه رو انتخاب میکنم از بینشون. خب بچه ها نگاه کنید، یه دونه دکتر باشه، یک از چند تا میخوام انتخاب کنم؟ یک از چهار، ترتیبم مهم نیست. دو تا مهندس، دو از سه. یه دونه مهندس، یک از سه. دو تا دکتر، دو از چهار. همه اینا رو قبلا محاسبه کردیم، من فقط عدداشو جایگذاری میکنم براتون. عدداشو جایگذاری میکنم، یک از چهار که میشه همون چهار، یه رنگی که بنویسه خوب، یک از چهار میشه همون چهار، دو از سه میشه سه، یک از سه میشه سه، دو از چهارم میشه شیش، حساب کردیم قبلا. دوازده به اضافه هیجده، سی حالت میتونیم انتخاب بکنیم. مهندس هم شما رو داریم، مثلا نفر اول، نفر دوم و الاخر. سوال کسی داره؟ سوال ندارید، بریم بعدی. بریم بعدی. از بین 6 دانش آموز دهمی، 7 دانش آموز 11 می‌خواهیم 4 دانش آموز انتخاب کنیم، به طوری که هیچ محدودیتی نباشه. بچه هیچ محدودیتی نباشه، 6 تا دهمی 6 تا 7 میشه 13. چند تا انتخاب کنیم؟ 4 تا، 4 از 13. جوابشو دوباره محاسبه کنید طبق فرمول. دو تا دهمی و دو تا یازدهمی داشته باشم، بینشون و، پس ضرب میشه. دو تا دهمی، دهمیامون 6 بود، میشه 2 از 6 در 2 از 7. 2 از 6 میشه 6 در 5 تقسیم به 2، ضرب در 7 در 6 تقسیم به 2. خب این ساده میشه، میشه 15 ضرب در ساده میشه، میشه 21. 15 ضرب در 21 هر چی شد جواب به هستش. بچه‌ها حداقل یک دانش آموز دهمی باشه. هم میتونم مستقیم حسابش بکنم، هم از طریق متمم حسابش بکنم. من مستقیم حسابش میکنم. مستقیم یعنی چی؟ میگه حداقل یک دانش آموز دهمی. البته مستقیم حساب کردنش خیلی طولانی میشه، متممش رو حساب میکنم. متمم این که حداقل یک دانش آموز دهمی وجود داشته باشه اینه که هیچ دانش آموز دهمی وجود نداشته باشه. پس ای پریمش رو حساب میکنم، هیچ دانش آموز دهمی نباشه. آقا قراره هیچ دانش آموز دهمی نباشه، یعنی 0 از 6، 4 از 7. پس 4 از 7 میشه 0 از 6 میشه 1 دیگه، درسته؟ 4 از 7 میشه جواب نهاییمون. خب 4 از 7 رو داریم، اما برای اینکه متمم رو انتخاب بکنم همه رو باید حساب بکنم. همش 4 از 13 بود. 4 از 13 رو محاسبه میکنم، منهای 4 از 7 میکنم. جواب نهاییش، اینا رو خودتون جوابشو دوباره به دست بیارید، هر چی شد میشه جواب قسمت پ. و در نهایت حد اکثر یک دانش آموز دهمی باشه. یعنی چی؟ اینم از متمم میتونم حل کنم. اینم خودتون دوباره دقیقا مثل این حل کنید، جوابا رو برام تو واتساپ بفرستید. خب کسی سوالی نداره بچه‌ها؟ سوالی نیست؟ چه راضی هستی؟ سرخوش زنده ای؟ نه عوض شد. بچه‌ها فصل 7مون، فصل 6مون اینجا تموم شد، میریم سراغ فصل 7. تا شما یه استراحت کوچیکی بکنید برمیگردیم سراغ با فصل 7. فصل 7م. بچه کلن پدیده هایی که وجود داره به دو دسته تقسیم میشن از نظر احتمال. انواع پدیده ها، یه سری پدیده ها قطعی هن که حتما اتفاق میفته یا حتما اتفاق نمیفته. مثلا من میگم فردا چهارشنبه است،
پدیده قطعیه، یعنی قطعا درسته. میتونم بگم فردا پنجشنبه است، اینم قطعیه، قطعا پنجشنبه نیست. اما یه سری پدیده ها هستم که بهشون میگیم پدیده های تصادفی، اینا تو احتمال مد نظرمان. پدیده ای که ما از تعداد حالت آن مطلع هستیم ولی جواب آنها را به طور قطع نمیدونیم، میخوایم جوابش احتمالیشون رو بدونیم. یه تعریفی داریم به اسم فضای نمونه، مجموعه همه حالت‌های ممکن برای وقوع یک پدیده تصادفی رو فضای نمونه میگن. همه حالت‌های ممکن رو بهش میگیم فضای نمونه و اون رو با اس نمایش میدن. پیش آمد، هر زیر مجموعه از این اس رو بهش میگه پیش آمد میگن. هر زیر مجموعه از فضای نمونه رو یه پیش آمد میگن. مثال فضای نمونه هر یک از پدیده‌های تصادفی زیر رو بنویسید. بچه‌ها گفته بنویسید، نگفته چند تاست. پرتاب یک تاست فضای نمونش، پرتاب یک سکه فضای نمونش چیه؟ یا روه یا پشته. فضای نمونه رو با مجموعه مشخص میکنیم، الان اس این دو عضو داره، رو و پشت، اینو بهش میگم فضای نمونه. پرتاب دو تا سکه، بچه برای دو تا سکه شما میتونی از نمودار درختی استفاده کنی، سکه اول سکه دوم. سکه اول دو تا حالت داره، یا روه یا روه یا پشته. پس اگه اولی رو شد، سکه دوم دو تا حالت داره، یا روه یا پشته. اگه اولی پشتم شد، سکه بعدی دو تا حالت داره، یا روه یا پشته. اما کل حالت هامون برابر با این حالت هاست که میشه چهار تا. هر حالت هم این شکلیه، نگاه کنید، رو 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 یه حالت، رو پشت. هر کدوم از این شاخه ها به خاطر هم میگم بهش نمودار درختی، یه حالته، پشت رو پشت پشت. پس چهار حالت داره. همه اینا رو بذارم توی اس میشه پرتاب دوتا سکه، پس میشه رو 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 پشت، این میشه فضای نمونه، پشت رو پشت پشت، این میشه فضای نمونه. پرتاب یک تاس فضای نمونهش چند تاست؟ تو پرتاب یک تاس ما چند تا حالت ممکن اتفاق بیفته؟ 4 و 5 و 6. 6 داره. پرتاب یک سکه و یک تاس، بچه دیگه تعداد حالتش زیاد میشه، من فقط نمودار درختش رو می‌نویسم، مجموعهش رو خودتون بنویسید. سکه تاس، سکه میشه، نمودار درختش این شکلی میشه. سکه دو تا حالت داره، اولش یه همچین چیزی میذارم رو پشت چون دو تا داره. اما تاس میشه 6 تا، ازش 6 تا خط میارم، برای هر کدوم 6 تا، و اینجا می‌نویسم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. هر حالتم میشه اینجوری، رو 1 رو 2 رو 3 و الی آخر. تعداد رو نخواسته، اگه تعداد رو بخواد، سکه دو حالت داره، تاس 6 حالت داره، میشه 12 حالت، همون اصل زر. جنسیت فرزندان یک خانواده با سه فرزند، نمودار درختی، فرزند اول، فرزند دوم، فرزند سوم. فرزند اول با یه رنگ دیگه می نویسم، یا پسره یا دختره. اگه اولی پسر شد، بعدی یا پسره یا دختره، بعد دختر شد پسر دختر. هر حالت پس دوتای اولی معلوم شه، پسر دختر، پسر دختر، پسر دختر، پسر دختر، کلن میشه چند حالت؟ 8 حالت. هر کدوم از حالتهایی که اینجا میکشم، یک جایی این یه حالتشه، یه حالت دیگه شه، نگاه کنید، درست شد؟ پس یه حالتش اینه، پسر توی مجموعه با پرانتز پسر پسر. اگه اینو با اس نشون بدم، همه اینا رو تا آخر بنویسم، میشه فضای نمونه. انتخاب دو نفر از پنج نفر فضای نمونهش چیه؟ اگه پنج نفر اسمشون این باشه، پنج نفر اسمشون مثلا ایو بیو سیو دیو ای باشه، اینجوری اسم گذاریشون کنیم. دو نفر رو چطوری انتخاب میکنم؟ ای بی یه نفر،
درست شد؟ A, C نفر دوم، A, D نفر سوم، A, E نفر چهارم، B, C نفر بعدی، یعنی دو نفر بعدی، B, D دو نفر بعدی، B, E بازم نفرات بعدی و همینجور الاخر. تعدادش رو چطوری میتونم محاسبه بکنم؟ میشه دو از انتخاب دو از پنج، چون ترتیب مهم نیست، انتخاب دو از پنج میشه تعدادش. تا اینجا کسی مشکلی سوالی نداره؟ رزوانی مشکلی سوالی ندارید؟ شایان بریم بعدی، بریم بعدی. در یک خانواده با سه فرزند مطلوب است پیش آمده داشتن دو پسر. بچه سه تا فرزند رو بالا دیدیم، هشت حالت بود. پیش آمده این که دو تا پسر داشته باشه رو با A نشون میدم، فقط دو تا پسر. از سه تا میشه مثلا پسر، پسر و دختر باشه، میتونه پسر، دختر و پسر باشه، و میتونه بعدیشو اینجا مینویسم دختر، پسر و پسر باشه. این پیش آمده داشتن دو تا پسره، درست شد؟ دیگه حالت دیگه ای نداره. پیش آمده داشتن حداقل دو پسر رو با B نشون میدم. حداقل دو تا پسر یعنی دو پسر رو داشته باشه، پسر، پسر، دختر، دو تا پسر داره، اولی پسر، دومی دختر، بعدی پسر، دختر، پسر، پسر. و چون گفته حداقل دو تا پسر، پس میتونه سه تا پسرم وجود داشته باشه. پس این پیش آمده چهار عضویه. به هر کدوم از زیر مجموعه های این مجموعه ها فضای نمونه که این بود، به هر کدوم از زیر مجموعه هاش یه دونه چی میگن؟ پیش آمد میگن. مثال بعدی. در کیسه‌ای سه مهره آبی و دو مهره قرمز وجود دارد. دو مهره به تصادف از کیسه خارج می‌کنیم. پیش آمده این که هر دو مهره هم رنگ باشه چقدر؟ بچه هر دو تا مهره قرار هم رنگ باشه. پیش آمد و اسمشو میذارم A. خب بچه حالت‌هایی که میتونه کلن وجود داشته باشه رو اینجا می‌نویسم. مهره اول، مهره دوم، با نمودار درختی. مهره اول یا آبیه یا قرمزه. مهره دومم میشه یا آبی یا قرمز، آبی یا قرمز. پس فضای نمونه من چهار حالت داره: آبی، آبی، قرمز، آبی، قرمز، آبی، قرمز، قرمز. درست شد؟ پس آبی، آبی این حالته، آبی قرمز یعنی اولی قرمز، آبی دومی قرمز، قرمز آبی و قرمز و قرمز هم حالت داره. چهار تاست. گفته هر دوتا هم رنگ باشه، پیش آمدش چی میشه؟ آبی و آبی این هم رنگ و قرمز و قرمز این هم رنگ، دوتا پیش آمد وجود داره. درست شد؟ بچه این از نوشتن تعداد اعضا و پیش آمد هاست. مطلب بعدی محاسبه تعداد فضای نمونه است. چطوری میتونم فضای نمونه رو چکارش کنم؟ تعدادش رو محاسبه کنم. تعداد اعضای فضای نمونه رو در هر یک از پدیده‌های زیر بیابید. تعدادش رو نمیخواد دیگه لیستشون کنیم. انتخاب دو نفر از هفت نفر. بچه تو ترکیبیات فصل قبل خوندیم انتخاب دو از هفت. این میشه. فرمولش چی بود؟ 7 تو یه دونه کمترش تقسیم به 2. ساده میشه، میشه 21. پرتاب دو سکه و یک تاست. و یعنی ضرب. دو تا سکه. آها، دو تا سکه یعنی سکه اول و سکه دوم و تاس. درست شد؟ سه تا نداریم و تاس. و میشن ضرب. سکه اول دو حالت داره، سکه دوم دو حالت، تاس 6 حالت، کلا میشه 24 حالت.
ترتاب دو تا تاس، یعنی تاس اول و تاس دوم. این و میشه ضرب، تاس اول 6 تاس، اینم 6 تا، میشه 36 آلم. کنار هم قرار گرفتن سه حرف از پنج حرف متمایز فارسی میشه پی 3 از 5، یعنی جایگشت‌های 3 از 5. ترتیب مهمه دیگه، جابجا شدنش. پس میشه 5 فاکتوریل به روی 2 فاکتوریل، میشه 5 4 3 60 درجه. فضای نمونه تک تک اینا که با ترکیب حلشون کردیم. تا اینجا کسی سوالی نداره بچه ها؟ سوال کسی نداره؟ من سوال بالایی تو بپرس. کی سوال پرسید؟ یعنی دو تا پسر با حداقل دو پسر یه حالت فرق دارن؟ بله، یه حالت فرق داره. میتونی بیاری؟ من دارم همیشه. آره آره. بچه‌ها کجان؟ بچه‌ها کجایید؟ بیاید. شایان ناراحت شده. بیا، علی رضا اومد. مرسی، خواهش میکنم. بچه ها اومدن، بچه ها هستن. خب بچه ها ببینید یه چند دقیقه. بزن. مرسی. خب رضا نیست. کدوم رضا؟ متخصص تست یا هلالی رفته؟ یکی از بچه ها رفته. آره همون متخصص تسته. اینم که کلاس های تست نیست. بچه ها پیش آمدها و اعمال روی آنها، چیزایی که الان بالا گفتم و تقریبا سال نهم خونده بودید، فقط یه مروری کردم براتون، ولی این چیزایی که اینجا هست یه مقدار جدید تره. بچه ها اجتماع دو پیش آمد، اجتماع دو پیش آمد زمانی رخ میده که پیش آمد A یا B یا هر دو رخ بده. به عبارت دیگه میگن حداقل یکیشون رخ بده، میشه اجتماع. اشتراک زمانیه که هر دو تا پیش آمد A و B رخ بدن، و پیش آمد متمم زمانیه که پیش آمد A رخ نده، در واقع همون استمنهای A. یعنی چی و چه کاربردی اینا داره؟ بها یه تعریف دیگه بگم. پیشامدهای ناسازگار، دو پیشامد ناسازگار، دو پیشامد رو ناسازگار میگیم هرگاه هیچ اشتراکی با هم نداشته باشن، یعنی ای اشتراکش با بی بشه توهی. اینم از مثال 5. دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس با دو تیم سپاهان و سایپا در دو زمین جداگانه بازی میکنن. اگر A پیش آمده بردن استقلال، B پیش آمده بردن پرسپولیس باشه، در این صورت پیش آمدهای زیر را تشریح کنید. بچه A اشتراکش با B یعنی چی؟ یعنی هم استقلال ببره هم پرسپولیس ببره. A اجتماعش با B یعنی چی؟ بردن استقلال ببره. یعنی حداقل یکی از تیما ببره، یا استقلال ببره یا پرسپولیس ببره یا هر دوتا با هم ببرن. A پریم یعنی چی پیش آمدش؟ یعنی استقلال برنده نباشه. A پریم اشتراکش با B پریم یعنی چی؟ یعنی استقلال برنده نباشه و پرسپولیس هم برنده نباشه، یعنی هر دوتا ببازن یا مساوی کنن. A منهای B یعنی چی؟ یعنی استقلال برنده باشه ولی B اتفاق نیفته، یعنی پرسپولیس برنده نباشه. و A اجتماعش با B پریم یعنی چی؟ A یعنی استقلال برنده باشه، B یعنی پرسپولیس بازنده باشه. اجتماعشون یعنی چی؟ یعنی یا استقلال ببره یا پرسپولیس ببازه، یا هم استقلال ببره و هم پرسپولیس ببازه. درست شد؟ حداقل یکی از این اتفاقا رخ بده. کسی سوالی نداره؟ سوال نداره کسی؟ بچه سوال دارید بپرسید. از مثال 5. خیش بریم بعد. و اما مثال 6. دو تاس با رنگ های سفید و مشکی رو پرتاب می کنیم.
پیشامدهای خواسته شده را بنویسید. پیشامد اینه که هر دو تاست عددی فرد باشه. بچه هر دو تاست عددی فرد باشه یعنی چی؟ پیشامدش رو بنویسیم. هر دو تاست عددی فرد باشه. چیا فردن؟ می نویسم یکی یکی. پس بذار ای رو پایین بنویسم که جا بشه. پیشامد ای هر دو تا فرد باشه میشه یک و یک، یک و سه، یک و پنج. یک نداریم دیگه. سه و سه، سه و پنج دیگه نداریم. پنج و پنج هم داریم. پنج و پنج، یک دو سه چهار پنج. شش تا حالت ممکنه براش اتفاق بیفته. پیش آمد بی مجموع دوتاست پنج بشه. بچه جمع دوتاست بشه پنج. کدوما جمعشون پنج میشه؟ با یک شروع میکنم. یک و چار پنج میشه. اینا رو کم نوشتم بچه، بالایی رو اشتباه کردیم، یه چند تا اضافه تر داشت، برعکساشو ننوشتم. خب برعکساش هم نوشته میشه بچه. سه یعنی سه و یک هم جز حالتهای ماست. تا سه اول سه بیاد، اون یکی یک بیاد، بعدیش پنج و یک، بعدیش پنج و سه. تکراری ها که نوشته نمیشه، دوباره تکرار نمیشه. بعدیش هم دیگه نداریم، به این تعداد شد. پس این حالتاش این میشه. تو بعدی یک و چهار رو نوشتم، مجموعش پنج بشه. چهار و یک هم مینویسم. بعدی چیا جمعشون میشه پنج؟ دو سه جمعشون میشه پنج، اگه اشتباه نکنم سه و دو هم جمعشون میشه پنج. پس اینا هم جمعشون شد پنج. بعدی پیش آمده تاس سفید مضرب سه باشه. حالا مثلا دومیه رو میگیریم، یکیش یا یکی از تاس ها مضرب سه باشه، این سی. خب مضرب سه یعنی سه و یک، سه و دو، همین جوری تا چند؟ سه و شیش. درسته؟ یکیش مضرب سه باشه، اولیه رو تاس سفید در نظر میگیریم. بعدی میتونه شیش و یک باشه، شیش و دو باشه، و الاخر شیش و شیش باشه. پس اولی رو گرفتم سفید، دومی رو گرفتم مشکی. از سه و یک شروع میشه تا شیش و شیش. پس اینم میشه سی. و پیش آمده، حالا گفته پیش آمده ایمن های سی رو محاسبه کنید. ایمن های سی یعنی چی؟ یعنی اونایی که تو ای هستن ولی تو سی نیستن. یعنی اونی که تاس اولی مثلا سفید باشه، سفید بودن رو برای تاس اول در نظر بگیری، درست شد؟ تاس اول رو سفید بودن رو در نظر بگیریم، ای منهای سی میکنم. پس خب یک و یک که نداریم، چیزی که داریم سه و سه حذف میشه از این ای. پس یک و یک میمونه، یک و سه میمونه، یک و پنجم میمونه، سه و سه میره، سه و پنج میره، پنج و پنج میمونه، سه و یکم میره، پنج و یک و پنج و سه میمونن. پس این میشه ای. یعنی این مجموعه رو منهای این مجموعه میکنیم، درست شد؟ حالا در نهایت ای اشتراکش با بی رو میخواد. ای اشتراکش با بی، ای چیه؟ این مجموعه است. اشتراکش با بی، اشتراک با بی اصلا نداره، چون تو بی زوج داریم، تو ای اصلا زوج نداریم، میشه توهی. پس میشه مجموعه توهی. توهی رو یا اینجوری نشون میدیم یا این. خب وقتی ای و بی اشتراک با هم ندارن، یعنی ای و بی با هم چی هن؟ ناسازگارند. کسی تا اینجا سوالی داره؟ بپرسه.
همیشه به تیمای شهرستانی آقای شیرودی ظلم میشه. آره اونا سوال راجع به سپاهان و سایپا نشده بود. خیلی بریم بعدی پس. بچه این مثال شما جواب بدید. آیا پیش آمد مجموعه دوتاست 9 باشه و هر دوتاست عددی زوج باشن ناسازگارند؟ بله و خیر بگید. سوالو در... قد شد؟ بچه این سوال رو جواب بدید. صدامو دارید؟ بچه صدامو دارید الان؟ آره قطع شد. نتماق. این بار دیگه نتماق بود. خب الان صدا رو دارید؟ خب بچه این سوال رو جواب بدید لطفاً. فایل پی دی افش رو میارید؟ سمت راست. این سوال رو جواب بدید. آیا پیش آمد مجموعه دوتاست 9 شود و هر دوتاست عددی زوج بیاید ناسازگارند؟ بگید ببینم بله یا خیر. یعنی آیا ناسازگارند یعنی آیا اشتراکشون برابر توهی میشه؟ اشتراکشون برابر توهی میشه یا نه؟ دارید تصویر داری؟ خیلی. جواب بدید ببینم. اینجام رضوانی نگران نباش. آفرین ناسازگارن. چرا ناسازگارن؟ بچه مجموعه دوتاست بخواد 9 باشه باید یکی فرد باشه یکی زوج تا 9 بسازه، تا عدد 9 بسازه، ولی اینجا گفته هر دوتا زوج باشن. پس بدون محاسبه میتونم بفهمم که بله ناسازگارن، اشتراکشون توهیه. مثال بعدی. هر یک از اعداد طبیعی کوچکتر از 17 را روی یک کارت نوشته و کارتی را از بین آنها به تصادف انتخاب می‌کنیم. اگر A پیش آمد دو رقمی بودن عدد روی کارت باشه، A پیش آمد دو رقمی بودن، یعنی A چی هست؟ 10 و 11 تا 17. و B پیش آمد مضرب 4 بودن کارت. مضرب 4 کدومان؟ خود 4، 8، 12 و 16. در این صورت پیش آمد A پریم های B پریم رو حساب بکنیم. بچه A پریم یعنی چی؟ اونایی که تو A نیستن. پس A پریم میشه 1، 2، 3 تا 9. B پریم چی میشه از این؟ میشه 1، 2، 3. 4 نیست، 7، 4 نیست، 5، 6، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 13، 14، 15، 17. حالا اگه A پریم اینا رو بردارم چی میمونه؟ A پریم منهای B پریم چی میشه؟ از اینا رو بردار. خب 1، 2، 3 میره، خود 4 میمونه. A پریم منهای B پریم 4 میمونه، 5، 6، 7 میره، 8 هم میمونه. پس میشه 4 و 8. پس A پریم منهای B پریم یعنی 4 و 8. بچه بریم سراغ اندازه‌گیری احتمال. مقدار احتمال اون ببینیم چند میشه. اگه S فضای نمونه باشه و A1 پیش آمد باشه، پیش آمد دلخواه باشه، A زیر مجموعه S، احتمال وقوع پیش آمد A رو با P A نشون میدن و میشه تعداد حالتهای مطلوب، تعداد اعضای پیش آمده به تعداد حالتهای ممکن، به تعداد کل حالتها. یه نکته داریم اینجا. اگر A1 پیش آمد از فضای نمونه S باشه و P A احتمال وقوع این پیش آمد باشه، در این صورت همواره داریم PA بین 0 و 1 و PS هم 1 هستش. خیلی خوب. اینا رو هم همیشه داریم. خب.
خب سه تا سکه بچه رو پرتاب میکنیم، مطلوب از احتمال این که خب از این که سه تا سکه پرتاب میکنیم گفتیم ان اسمون میشه چی؟ 8. چرا 8؟ سکه اول دو حالت داره و سکه دوم دو حالت و سکه سوم دو حالت، میشه 8 حالت. گفته هر سه تا سکه پشت بیاد. تو اون حالت هایی که اینجا براش نمودار درختیشو میکشم، سکه اول، سکه دوم، اینم سکه سوم، پشت رو دو تا حالت، پشت رو، پشت رو، پشت رو، پشت رو، پشت رو، و این هم پشت و رو. گفته هر سه تا سکه رو پشت بیاد، حالتی که داریم این حالته، فقط یه حالت بیشتر نداریم، پس احتمال الف میشه 1/8. حداقل دو تا سکه رو بیاد، حداقل دو سکه رو بیاد و مشخص میکنیم. دو تا سکه اونجایی که دو تا سکه رو اومدن، اینجا دو تا سکه اومده یه حالت، بعدیش رو، پشت پشت نه رو، این حالت و ستام که میتونه باشه این حالت و پشت پشت رو این حالت، 4/8، پس میشه 1/2. و حد اکثر یک سکه پشت بیاد، حد اکثر یک سکه پشت بیاد یعنی چی؟ میتونیم از متممش بریم، حد اکثر یک سکه پشت بیاد یعنی میتونه یه سکه پشت یک سکه پشت بیاد و اصلا سکه پشت نیاد، پس میشه این حالت و هر سه تا رو باشه و اونایی که یه دونه پشت دارن، این یه دونه پشت داره، بذار با یه رنگ دیگه مشخص بکنم، این، این یه دونه پشت داره، این دو تا پشت داره، دو تا پشت داره، این همش پشته، اینم یه دونه داره، پس میشه چند؟ 3/8. اگه اشتباه نکرده باشم که سادم نمیشه. خب بچه امیدوارم که خسته نشده باشید، ادامه بحث رو میذاریم واسه فردا و یه سری توضیحات دیگه. فعلا خدا نگهدارتون.